از دیروزی مسعود پزشکیان و آمار جلی رژیم تا وخامت حال خامنه ای هنگام رأی دادن و پیام شهبانو فراه پهلوی در این بخش از ایران دیلی همراه شما هستیم درود هم میهنان اینجا تلاش میکنیم تا تازه‌ترین و دقیق‌ترین اخبار و ها را به شما ارائه دهیم تا قدمی هرچند کوچک به سوی آزادی میهن برداشته باشیم خواهش ویدیو ویدیوها را لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید هر لایک و اشتراک گذاری شما به ما کمک میکند تا بیشتر دیده شویم و ایرانی آگاه تر بسازیم با ما همراه باشید مسعود پزشکیان کاندیدای اصلاح طلبان برنده انتصابات ریاست جمهوری مسعود پزشکیان کاندیدای مورد تایید اصلاح طلبان با پیروزی در دور دوم انتصابات ریاست جمهوری به عنوان نهمین رئیس جمهور نظام ایران انتخاب شد ستاد انتخابات جمهوری اسلامی ساعت 6:45 دقیقه بامداد روز شنبه 16 تیر نتیجه نهایی شمارش آرای شهروندان را اعلام کرد که بر اساس آن مسعود پزشکیان با کسب بیش از 16 میلیون رای به پیروزی رسید بر اساس اعلام آمار ساختگی و چند برابری ستاد انتخابات وزارت رژیم 30.530.157 نفر در دور دوم انتخابات شرکت کردند و از میان آنها ۱۶ میلیون و رای به محسود پزشکیان و 13.538.179 و رای به سعید جلیلی رسید مقامات وزارت رژیم پیش از این اعلام کرده بود میلیون و نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و با احتساب آمار اعلام شده تنها حدود 49 درصد از شهروندان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. دور اول انتخابات ریاست جمهوری نیز در روز 8 تیر با بایکوت و تحریم گسترده شهروندان روبرو شد و تنها یک درصد واجدان شرایط در آن انتخابات رأی دادند. سخنگوی ستاد انتصابات ساعت 5:30 دقیقه بامداد هفتمین آمار تجمیعی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. طبق این آمار جلی از مجموع 23 میلیون و 646 شماره شده محسود پزشکیان 12 میلیون و 704 و و سعید جلیلی 10 میلیون و 474 هزار کسب کرده است. محسن منصوری رئیس ستاد انتخابات سعید جلیلی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به پیشتازی مسعود پزشکیان واکنش نشان داده و خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است پرچم به دست توست جمع است خاطرم طبق اعلام سخنگوی ستاد انتخابات در ساعت 5 صبح از شمارش آرای دروغین 42432 شعبه از 440 شهرستان مجموع 20 میلیون و رأی شمارش شده است و نتایج به دست آمده از این قرار است مسعود پزشکیان 11 میلیون و 120924 رأی و سعید جلیلی 9 میلیون و با احتساب این آمار مسعود پزشکیان حدود 10 درصد از سعید جلیلی پیش افتاده است ستاد انتخابات تعداد آرای باطل را نیز 393054 رای اعلام کرده است. اما در میان این آمارسازی های انتخابات جلی رژیم ویدیویی که توجه کاربران شبکه های اجتماعی را به خود جلب کرد ویدیویی بود از لحظه رای دادن علی خامنه ای و حال ناخوش احوال او یک کاربر در توضیح این ویدیو در توییتر این چنین نوشت خودکار اولی ننوشت اعصابش خراب شد پرتش کرد روی میز یک خودکار دیگه دادن بهش رای را جلوی چشم همه نوشت وقتی هم داشت میرفت رای رو بندازه فکر کرد کسی بهش تیکه انداخته برگشت به همه چپ چپ نگاه کرد گفت چی دقیقا شبیه بایدن شده شاید دوستان راست میگن و آخر عمری فکر اصلاح افتاده گرامی بداریم چرا که انتخابات میراث گرامبه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست که امروز هر ایرانی میتواند در هر جایگاه و مقامی با یک رأی خود در سرنوشت آینده ایران عزیز سهیم و شریک باشد دیگر مردم زخم خورده ایران امیدی از زیر خاکستر تمام ناامیدی ها ساختند نمایش انتخابات خامنه ای در دور دوم چیزی جز یک رسوایی عالمگیر نبود حکومتی که پایه و اساس آن بر نفی رأی آزادانه مردم متکی است برای رأی جمع کردن به التماس ذلیلانه افتاد خامنه ای از همان اول صبح در منتهای درماندگی و ضعف گفت که شنیده است این بار میزان شوق و علاقه مردم بیشتر از قبل خواهد بود و آرزو کرد که اینطور باشد و روی اینطور بودن کذایی که یک احتمال بیشتر نبود خورسندی خود را سوار کرد وقتی شایعه و شنیدن افواهی مبنای قضاوت دیکتاتور قرار بگیرد خروجیان احتمال در احتمال آرزو در آرزو و التماس در التماس خواهد بود به رغم کسادی چشمگیر و غیرقابل کتمان شعبه های انتخاباتی این بار دو باند نظام در هماهنگی با هم ناگهان اعلام کردند میزان مشارکت در این دور بیشتر از دور قبلی بوده است این یک زمین چینی آشکار برای رقمسازی و تقلب در آمار نهایی است در یک کلام دو باند حکومتی طی چند هفته با بکارگیری تمام ظرفیت های تبلیغاتی خود به مصمومسازی روان جامعه پرداختند یکی با امکانات دولتی و ترفندهای لو رفته و دیگری با انتشار عکس و فیلم خاتمی ممنوع تصویر آوردن زیبا کلام از سلول به محل رایگیری انکاس دادن به صحنه رایدهی الهی هیکس و حتی استفاده از شعارها، گفتاوردها و نمادهای قیام 401 تا از این طریق به قول خودشان اکثریت قهر کرده از صندوق رای را به آشتی با نظام بکشانند ولی دست آخر فرسوده و مستحصل نوشتند مدیریت هوشمندانه فضای روانی جامعه و به میدان آوردن بخش وسیعتری از جامعه ناراضی گسترده تری طلب میکند به نظر می رسد که تبلیغات یک هفته گذشته اصلاح طلبان نتوانسته است یخ بسیاری از تحریم کنندگان انتخابات را بشکند و بعید است در عدد و رقم هایی که فردا توسط وزارت کشور اعلام می شود شاهد افزایش محسوس آمار مشارکت رای دهندگان باشیم ترفندهای اصلاحاتی برای دو قطبی سازی تصنعی در داخل نظام آنقدر بیغافیه و آبروریزانه بود که مجبور شدند بنویسند تحریم کنندگان انتخابات از اصلاح طلبان میپرسند که تا چه زمانی میخواهند مردم را با تحلیل های نظیر رأی سلبی و ترساندن از نامزدهای دیگر انتخابات پای صندوق بکشانند. آنچه در 15 تیر 403 رخ داد دو برنده و بازنده اصلی بیش نداشت برنده اصلی مردم شجاع ایران هستند که خط براندازی نظام را با تحریم قاطع و سراسری نمایش انتخابات بار دیگر برجسته کردند برای همه اثبات شد که اکثریت مردم ایران فاشیسم اسلامی و باندهای تشکیل دهنده آن را نمیخواهند و تغییر را نه در بازیهای سخیف این حاکمیت بلکه در براندازی تام و تمام آن جستجو می کنند. بازنده اصلی هم خامنه ای و هر دو باند نظام بودند که میخواستند در توانی با هم قطبندی اصلی جامعه ایران را به قطبندی کاذب بین اصلاحاتی ها و اصولگره ها تنزل دهند شاهزاده رضا پهلوی با استقبال از اینکه مردم در این دور انتخابات در مقیاسی گستردهتر از قبل به جمهوری اسلامی و همه جناهایش نه گفتند خاطر نشان کرد ارزش و بزرگی کار شما در آن است که از یک سو کمپین فریب و ترس رژیم برای رونق بخشیدن به صندوقهای قلابی رأیش را به شکست کشاندید و از سوی دیگر کارزار عددسازی و جعل آمار را آن را نیز بی اثر کردید او گفت فارغ از اینکه خامنه چه نتیجه ای را با اعمال چه ضریبی اعلام کند و نام کدام یک از دو غلام حلقه به گوش خود را از زیر عبایش بیرون بیاورد پیروز این صحنه شما اید که به او و کلیت رژیمش با قاطعیت نگفتید حسین رونقی فعال سیاسی داخل کشور نیز با بیان اینکه نه دوم بسیار بلندتر بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آگاهی اجتماعی مردم ایران تاریخ ساز شده و برای شما اقلیت متکبر منفعت طلب راهی نیست جز تن دادن به خواست اکثریتی که نه گفتند مردم شجاع و زخم خورده ایران امیدی از زیر خاکستر تمام ناامیدی ها به صورت خودجوش ساختند که با هیچ مهندسی رأی و هیچ نوع دستکاری کتمان شدنی نیست این زندانی سابق سیاسی در گفتگو با شبکه اف آلمان گفت تضادها و مخالفتها بین میان روها و تند نمایشی است و هدف هر دو جناح بقای نظام است. اصلاح طلبان همانقدر نسبت به رهبر جمهوری اسلامی و سپاه وفادار هستند و حقیقت را پنهان می کنند که اصول گرایان. شهبانو فراه پهلوی گفت آنچه اکنون تحت حکومت این رژیم رخ می دهد وحشتناک است. مردم ایران لایق این شرایط نیستند. شهبانو فرح پهلوی در مصاحبه مفصل با یک نشریه اروپایی به سالهای قبل از انقلاب 57 و وضعیت امروز ایران میپردازد. شهبانو با اشاره به چشماندازی که شاه برای آینده ایرانی پیشرفته داشت گفت متاسفانه این اتفاق نیفتاد و آنچه اکنون در کشور ما تحت حکومت این رژیم رخ میدهد وحشتناک است. مردم ایران لایق این شرایط نیستند. این نشریه در ادامه اشاره کرد که ایران همیشه کشوری پادشاهی بوده است و 25 قرن تاریخ ایران تاریخ شاهان و ملکه هایش است و از شهبانو پرسید آیا ایرانی بدون این ارتباط با گذشته و تاریخش از طریق نهاد سلطنت ممکن است شهبانو در پاسخ گفت شاهزاده رضا پهلوی آنچه برای مردم ایران میخواهد و به آن معتقد است آزادی دموکراسی آزادی زنان حفظ هویت ملی ایران و حفظ تمامیت ارزی ایران است و بعد اگر ایرانیان روزی آزاد شوند بستگی به آنها خواهد داشت که انتخاب کنند چه میخواهند او در ادامه افزود این واقعا همان چیزی است که ما از جمله من میخواهیم البته که من به سلطنت اعتقاد دارم و نظامهای سلطنتی در جهان مثال زدنی بودند اما آنچه ما واقعا میخواهیم همانطور که پسرم میگوید آزادی و یک بارچگی کشور است این به مردم بستگی دارد که تصمیم بگیرند چه میخواهند از جانب خانواده سلطنتی آنچه ما میخواهیم پایان این رژیم است شهبانو در پاسخ به این سوال که آیا به آینده ایران خوشبین است و ایران را در ده پانزده بیست و پنجاه سال آینده در کجا میبیند گفت من یک ایران آزاد می بینم. من آن زمان آنجا نخواهم بود. اما ایرانی آزاد می بینم که مردم از آن بازدید می کنند و این کشور مردم و فرهنگش را تحسین می کنند. قدرت من در این است که مثبت بیاندیشم نه منفی. در ادامه از شهبانو سوال شد کشوری با چنین تاریخ غنی قدیمی ترین کشوری که موجودیتی مداوم داشته است چه درس برای جهان دارد؟ شهبانو در پاسخ گفت ایران چیزهای زیادی به جهان داده است. تمام حرفهایی را که درباره ایران زدند به یاد نمیآورم. در آمریکا در خیابانها در سازمان ملل و سایر جاها نوشته شده است و اکنون ایرانیان بیشتر و بیشتری میخواهند بدانند که ایران چه بود زیرا بسیاری از ایرانیانی که پس از انقلاب اسلامی به دنیا آمدند نمیدانند که ایران در گذشته چطور بود این مسئله به ویژه در آمریکا صدق می کند. برخی افراد حتی نمیدانند ایران چیست هیچ ایده ای ندارند البته اروپایی ها بیشتر در مورد ایران میدانند شهبانو در ادامه صحبت درباره فرهنگ و هنر اشاره کرد که بنیادی فرهنگی در کشور پرتغال تأسیس کرده است به دلیل هزاران کتاب صدها نقاشی اهدایی مردم اشیا و هزاران عکسی که در اختیار دارد شهبانو در ادامه افزود نمیخواستند در آمریکا باشد در فرانسه هم دشوار بود دوستی به من گفت چرا در پرتغال نباشد بنابراین در پرتغال تأسیس شد من کمک های مردم را جمعآوری می کنم بنیاد ایجاد شده است و یکی از دانشگاه های لیسبون اتاق بزرگی برای بنیاد در اختیارم قرار داده است. شهبانو با اشاره به شایعه مخالفان خاندان پهلوی در مورد میلیاردها دلاری که شاه داشته است گفت من چنین پولی ندارم اگر چنین پولی داشتم اینجا ننشسته بودم در ایران بودم اکنون باید اندکی کمک جمعآوری کنم تا این بنیاد را واقعا به راه بیاندازم و تمام اینها را به پرتغال بفرستم همانطور که گفتم کتاب ها، نقاشی ها، تصاویر و غیره امیدوارم پیش از آن که این جهان را ترک کنم بتوانم این کار را انجام دهم شهبانو در پاسخ به این سوال که آیا این بنیاد را به چشم سفارت بزرگ و دائمی ایران در بقیه جهان میبینید گفت بله بله زیرا مردم کشورم برایم کتاب یا آثار دیگری میفرستند و از آنها میشود استفاده مفید کرد در واقع یکی از پروژه هایی که داریم کمک به جوانان پرتغالی است تا زبان فارسی و تاریخ ایران را فرا بگیرند و وقتی این سازمان را داشته باشیم آنها ایده هایی برای کمک به تعمیق روابط ایران با بقیه جهان خواهند داشت شهبانو در پایان مصاحبه گفت امیدوارم پیش از آن که این جهان را ترک کنم بتوانم این کار را انجام دهم اما امیدوارم حتی پس از من فرزندانم یا پسرم این کار را انجام خواهند داد سپاس از اینکه تا پایان این برنامه همراه ما بودید تا بخش بعدی خبر بدرود